سلام، اینجا بازی پلات و بی مقدمه بریم سراغ معرفی 30 بازی برتر کنسول خاطر انگیز سگا. بازی دیک تریسی که تو ایران با نامهایی مثل کاراگاه یا کمیسر شناخته میشد، یه بازی اکشن دو بعدیه که در سال 1991 برای کنسول سگا جنسیس منتشر شده. این بازی بر اساس شخصیت کامیک بوکی دیک تریسی ساخته شده. بازی دارای گرافیک و موسیقی خوبی نسبت به زمان خودشه و گیم پلیش هم چالش برانگیز و سرگرم کننده است. بازی به ظاهر دو بعدیه ولی در قسمت‌هایی از بازی میتونیم به دشمنای اونور خیابون هم شلیک کنین که حس سه بعدی بودن رو میده. اینترنشنال سوپرستار ساکر دیلکس که تو ایران با نامهایی مثل فوتبال 97 شناخته میشد، در سال 1995 توسط شرکت کنامی برای کنسول سگا منتشر شده. بیش از 15 تیم ملی و 100 بازیکن از سراسر جهان، گرافیک و انیمیشن های بهبود یافته، گیم پلی روون و سریع و همچنین گزارشگر خاطرانگیز و صداگذاری و موسیقی های جذاب منوی بازی، اونو به یکی از بهترین بازی های فوتبال تاریخ کنسول های خانگی تبدیل کرده. شادو دنسر دی سیکرت اف شینوبی که تو ایران به نام نینجا با سگ شناخته میشه، یه بازی اکشن دو بعدی ژاپنیه که در سال 1990 برای سگا جنسیس منتشر شده. این بازی که از گیم پلی لذت بخش بهره میبره، داستان جوموساشی که یه نینجاس رو دنبال میکنه که سعی داره به همراه سگ وفادارش فرقه شیطانی که نیویورک رو تحت کنترل خودش گرفته شکست بده. شاید خاطر انگیزترین بازی ماشین کنسول سگا این بازی باشه، بازی چیس اچ کیو 2 توسط استودیوی ITL در سال 1992 برای سگا منتشر شده. بازی حالت مسابقه ای نداره و در انتهای هر مرحله باید یه باس فایت انجام بدید و خلافکارا رو دستگیر کنید. شما میتونید یک از 3 تا ماشین رو در ابتدای هر مرحله انتخاب کنید و از طرفی هر ماشین برای جاده خاص مناسب تره. شاید یکی از زیباترین بازی‌هایی که برای سگا منتشر شده توی استوری باشه. بازی توسط استودیوی ترابلرز تیلز در سال 1995 منتشر شده. گیم پلی بازی به شدت متنوع و گرافیک بازی هم بسیار جلوتر از زمان خودشه. حتی یکی از مراحل بازی به صورت اول شخص و سه بعدی طراحی شده. روبوکاپ 3 یا همون پلیس آهنی هم برای خیلی بازی خاطر انگیزیه. بازی روبوکاپ 3 در سال 1992 برای کنسول سگا منتشر شده. شما در نقش روبوکاپ وظیفه دارین که شهر رو از دست یه فرقه منحرف مذهبی به نام معبد صلح که کنترل شهر دیترویت رو به دست گرفته نجات بدین. سری گلدن اکس یه مجموعه بازی‌های ویدیویی در سبک بیت‌ماپه که برای اولین بار در سال 1989 منتشر شده. بازی‌های گلدن اکس در دنیای فانتزی و قرون وسطایی جریان دارند. در این دنیا پادشاهی توسط جادوگری شیطانی تسخیر شده. سه قهرمان برای نجات پادشاهی به راه می‌افتند. این بازی‌ها به دلیل گیم پلی جذاب از محبوبیت بالایی برخوردار بودند. بازی دیزرت استرایک یه بازی اکشن هواپیماییه که توسط شرکت الکترونیک آرتس برای کنسول سگا جنسیس منتشر شده. تو این سری بازی‌ها شما کنترل یه هلیکوپتر جنگی رو به دست می‌گیرین و باید در محیط‌های مختلف مثل صحرا، جنگل و شهر به انجام مأموریت‌های مختلف بپردازین. جیمز باند دوئل یه بازی ویدیویی اکشن دو بعدیه که توسط دو مارک در سال 1992 برای سگا منتشر شده. شما در نقش جیمز باند با یه اسلحه دستی باید درون پایگاه‌های مختلف دشمن گروگان‌های زن رو نجات بدین و در نهایت بمبی رو که در نقطه استراتژیک برای نابود کردن پایگاه قرار داده شده فعال کنید. بوگرمن پیک اند فلیک ادونچر یه بازی ویدیویی پلتفرمر دو بعدیه که توسط اینترپلی انترتینمنت ساخته و در سال 1994 برای کنسول سگا جنسیس منتشر شده. شخصیت اصلی بازی یعنی بوگرمن میتونه از عدسه، باد معده و خلاصه حال به هم زن‌ترین قسمت‌های بدنش برای حمله به دشمناش استفاده کنه. اون همچنین میتونه از لوله‌های فاضلاب برای حرکت سریع‌تر در طول بازی کمک بگیره. تاینی تون ادونچرز که تو ایران با نام‌های مثل هویج خور هم شناخته می‌شد، توسط کنامی در سال 1993 برای کنسول سگا منتشر شده. این بازی بر اساس مجموعه تلویزیونی انیمیشنی تاینی تون ادونچرز ساخته شده. بازی دارای گرافیک و موسیقی‌های جذابیه و گیم پلی‌اش ترکیبی از سبک سکو بازی و مبارزه با باس‌های مختلفه و یکی از محبوب‌ترین بازی‌های سگا به حساب میاد. سوپر والیبال سگا در سال 1990 توسط استودیوی ژاپنی خاوس توسعه داده شده و برای کنسول سگا جنسیس منتشر شده. شما میتونید از بین 12 تیم ملی مختلف یکی رو انتخاب کنید. از نقاط قوت بازی گیم پلی بسیار جذابشه. مثلا شما میتونید دفاعی روی تور انجام بدین، جا خالی بندازین و حتی سرویس های قدرتی بزنین. بازی مایکل جکسون موم واکر در سال 1990 توسط سگا منتشر شده. بازی بر اساس فیلمی با همین نام که در سال 1988 اکران شده بود ساخته شده. بازی در سبک بیت ماپه و تمامی حرکات مایکل جکسون شبیه سازی شده. با
بازی جنگل بوک یا کتاب جنگل توسط ویرجین اینتراکتیو در سال 1994 منتشر شده. بازی بر اساس انیمیشن کتاب جنگل دیزنی که در سال 1967 ساخته شده بود ساخته شده. گیم پلی بازی کاملا غیر خطیه و اینطوری نیست که وقتی به انتهای سمت راست صفحه برسین استیج تموم بشه، بلکه باید با پیدا کردن یه سری الماس که جاهای مختلف استیج مخفی شدن راه خروج رو باز کنید. بازی پانیشر در سال 1993 توسط شرکت کپکام ساخته و منتشر شده. یه بازی بیت ماب که بر اساس یکی از شخصیت‌های کمیک مارول ساخته شده. گیم پلی بازی بسیار جذابه و از طرفی بازی سختی هم هست. بازی لاین کینگ یا شیرشاه بر اساس انیمیشن محبوبی با همین نام توسط ویرجین اینتراکتیو در سال 1994 منتشر شده. گیم پلی بازی به شدت خوبه و شما شخصیت اصلی بازی رو از کودکی تا بزرگسالی همراهی میکنید. شاید یکی از سخت‌ترین قسمت‌های بازی کشتی گرفتن با عموتون تو بازی باشه. فانتوم 2040 در سال 1995 بر اساس مجموعه انیمیشنی با همین نام منتشر شده. بازی شامل استیج‌های مختلفی میشه و میشه گفت یه بازی اوپن ورلده و روند بازی برخلاف بازی‌های مرسوم اون دوران کاملا غیر خطیه. بازی ایسفات در سال 1990 توسط پکین پلی که زیر مجموعه الکترونیک آرتس ساخته و منتشر شده و شما در نقش یه پلیس زبده گروه ایسفات باید شهر سولار سیتی رو از دست یه گروه تبهکار نجات بدین. شاید یکی از سخت‌ترین بازی‌های سگا پرنس آف پرشیا باشه، بازی که توسط جردن مکنر اولین بار برای سیستم عامل اپل 2 در سال 1989 و بعداً در سال 1993 برای سگا منتشر شده. درست زمانی که سلطان در جنگ در سرزمین‌های خارجی به سر می‌بره، وزیرش جعفر که یه جادوگر قدرت رو به دست می‌گیره، اما تنها مانع اون تا رسیدن به تخت سلطنت دختر سلطانه. جعفر اونو در برجی زندانی می‌کنه و بهش میگه یا باید همسر من بشی یا در عرض 60 دقیقه خواهی مرد. از طرفی شاهزاده خانوم دل در گروه کس دیگه ای داره. قهرمان بازی که شاهزاده عاشقشه به زندان دربار انداخته میشه. شما برای آزاد کردن شاهزاده باید از زندانها فرار کنید، به برج کاخ برید و قبل از اینکه زمان تموم بشه جعفر رو شکست بدین و شاهزاده رو آزاد کنید. علاوه بر نگهبانا شما باید از انواع طلاها و زندانها و حتی از صد همزاد خودتون برای رسیدن به شاهزاده عبور کنید. بازی WWF رسلمنیا یا همون کشتی کج سگا هم از اون بازیایی بود که برای مدت زیادی مراکز بازی رو تسخیر کرده بود و با کاراکترهای مختلفش گوی رقابت از بازیهای فایتینگ دیگه مخصوصا مورتال کامبت رو بوده بود. کشتی کج هم توسط میدوی توسعه داده شده و در سال 1995 برای کنسول سگا منتشر شده. جالبه که بدونین شایعات زیادی قبل از انتشار بازی مطرح شده بود که قرار کشتی کج کارهای معروف اون زمان مثل تریپل اچ و احمد جانسن هم تو بازی حضور داشته باشن، که البته همه این شایعات توسط تیم سازنده تکذیب شد. بازی بتل تادز توسط شرکت بریتانیایی ریر توسعه داده شده. این بازی در سال 1991 برای پلتفرم‌های مختلفی مثل نینتندو یا سگا جنسیس منتشر شده. بازی بتل تادز به سختی بالایی که داره معروفه. یکی از سخت‌ترین مراحل بازی مرحله دهم بازیه. کنترا هارد کورپس یه بازی ویدیویی شوت ماپه که توسط کنامی در سال 1994 برای سگا منتشر شده. این بازی ششمین بازی در سری کنترا به حساب میاد و در آینده دور اتفاق میفته. شما کنترل یه تیم از کماندوهای زبده رو بر عهده میگیرین که باید با یه گروه تروریستی مبارزه کنین. بازی دارای گرافیک و گیم پلی فوق‌العاده‌ایه و اصلا به دلیل چالش برانگیز بودنش شناخته میشه. کنترا هارد کورپس یه بازی کلاسیکه که هنوزم که هنوزه یه تجربه لذت بخش به حساب میاد. شینوبی 3 یه بازی اکشن دو بعدیه که در سال 1993 برای سگا منتشر شده. این بازی به دلیل گیم پلی چالش برانگیز، مکانیک‌های نوآورانه و گرافیک زیبا نسبت به زمان خودش شناخته میشه. آهنگساز بازی یوزو کوشیروئه که اتفاقا خالق بازی استریتس آف ریج هم هست. بازی سانست رایدرز که در ایران بیشتر به نام کابوی شناخته میشه، توسط کنامی در سال 1991 برای سگا منتشر شده. بازی که به نوعی رد دد ردمشن زمان خودش بوده. گیم پلی بازی بسیار روون و لذت بخشه. از نقاط قوت دیگه بازی میشه به موسیقی قدرتمندش که حال هوای فیلم‌های وسترن رو زنده می‌کرد اشاره کرد. تینیج میوتن نینجا ترتلز د هایپرستون هایست یه بازی بیت ماپه که در سال 1992 برای کنسول سگا جنسیس منتشر شده. این بازی یکی از بهترین بازی‌های لاک پشت‌های نینجا محسوب میشه و در اون زمان با استقبال خوبی از سوی منتقدا و بازیکن‌ها روبرو شد. شما در نقش یکی از 4 لاک پشت نینجا باید شخصیت منفی جهان لاک پشت‌های نینجا یعنی شردر و دستیاراشو شکست بدین. بازی گیم پلی فوق‌العاده‌ای داره و از مکانیک‌های گیم پلی این بازی در بازی‌هایی که سال‌ها بعد منتشر شد الهامات زیادی گرفته شده.
اسورم جیم مجموعی از بازی‌های پلتفرمر یا دو بعدیه که توش شما کنترل یک کرم خاکی به نام جیم رو به دست می‌گیرین. این کرم خاکی لباس روباتیک می‌پوشه و با نیروهای شیطانی می‌جنگه. خالق این بازی داگ تنیپل، تنیپل یه انیمیتوره که سابقه همکاری با دیزنی رو هم تو کارنامه‌اش داره. به طور مشخص بازی اسورم جیم 2 یه بازی هنری به تمام معناست. از طراحی مرحله خاص و کاراکترهای عجیب و غریب و غیر خطی بودنش گرفته تا استفاده از قطعه سونات مهتاب اثر بتوون تو یکی از مراحل بازی که درون معده یه موجود زنده جریان داره. مورتال کامبت یه سری بازی‌های ویدیویی مبارزه‌ایه که توسط ادبون و جان تبایاس ساخته شده. اولین بازی این مجموعه در سال 1992 منتشر شد و به سرعت به یکی از پرفروش‌ترین و تأثیرگذارترین بازی‌های ویدیویی تبدیل شد. مورتال کامبت به دلیل خشونت و خونریزی شدیدش شناخته میشه. این بازی همچنین به دلیل شخصیت‌های بیادموندنیش، داستان‌های جذابش و گیم‌پلی درگیرکننده‌اش همچنان یکی از محبوب‌ترین و پرطرفدارترین سری بازی‌های ویدیویی دنیاست. نمیشه صحبت از بازی‌های دو بعدی کرد و حرفی از سونیک به میون نیاورد. یه جوجه تیغی سریع که با سرعتش تو دل خیلی ها جا باز کرد. شخصیتی که هنوز هم طرفدارای زیادی داره و حتی محصولات سینمایی هم ازش تولید میشه. شاید خاطر انگیزترین بازی این سری همون شماره اولش باشه. بازی که گیم پلی فوق‌العاده‌ای داشت و سرعت سونیک رو در لحظه لحظه‌ای بازی میشد با تمام وجود حس کرد. شاید خیلی اون زمان که کامیک زون رو بازی کردن از گیم پلی به شدت جذاب و انیمیشن حرکتی نزدیک به واقعیت کاراکتر بازی به شدت حیرت زده شدن، چون که بازی تو بسیاری از زمینه‌ها خیلی از زمان خودش جلوتر بود. کامیک زون در سال 1995 توسط سگا تکنیکال اینستیتو منتشر شده. داستان بازی هم درباره گرفتار شدن یه نقاش سری کامیک تو داستانیه که خودش در حال ترسیمشه. نمیشه حرفی از کنسول سگا زد و سری استریت آف ریج یا همون شورش خودمون حرفی به میون نیاورد. بازی تو سبک بیت ماپه و یکی از بهترین گیم پلی ها رو تو این ژانر داره. موسیقی های بازی که با الهام از موسیقی های کلاب های اون دوره ساخته شده اثر یوزو کوشیروه که اتفاقا خالق بازی هم هست. جالبه که بدونین خواهر یوزو به نام آیانو آرت دیزاینر کاراکتر های سری استریت آف ریج و مادرش هم یکی از بنیانگذاران شرکت بازی سازیشون بوده. یعنی یه جورایی خانوادگی کارو جمع کردن. استریت آف ریج یکی از خاطر ساس‌ترین بازی‌های تمام دورانه. اگه به این سبک ویدیوها علاقه دارین و دوست دارین بازم همچین محتواهایی تو کانال بذاریم، نظرتون رو با ما تو بخش کامنت‌ها به اشتراک بذارین. راستی با لایک کردن ویدیوها و سابسکرایب کردن کانال کمک زیادی به بهتر دیده شدن ویدیوها و همچنین رشد کانال می‌کنید. امیدواریم از این ویدیو خوشتون اومده باشه.